قضاوت ها مثبت شده. به نظر من خیلی طبیعی است که این اختلاف نظرها وجود داشته باشه و بیان بشه. من متاسفم آقای فرمودی، خیلی متاسفم که بعضی از کسانی که نزدیک بودن به اعلیحضرت، بعضی از کسانی که بیش از حد انصاف و اعتدال از محبت‌های ایشون یا از چشم‌پوشی‌های ایشون یا از گذشت‌های ایشون استفاده کردن، قضاوت‌های غیر عادلانه می‌کنن. نمی‌دونم برای چی، شاید یه جنبه انسانی می‌خوان فراموش بشه این استفاده‌هایی که کردن. ولی به نظر من این قضاوت‌ها به تدریج جنبه منصفانه‌تری پیدا خواهد. در مورد کتاب نوشتن، دو جلد کتاب، دو جلد متفاوت در مورد شاه، چرا؟ ببینید، اول یه مقداری هم جنبه تقاضاهای ناشرین فرانسوی بود. یک ناشر فرانسوی از من خواست، شرکت اوسموند، که درباره آخرین روزهای سلطنت شاه و مرگ شاه و تبعید شاه من یک کتابی بنویسم، که نوشتم. خیلی هم سریع این کتاب نوشتم که اتفاقا با موفقیت خیلی زیادی روبرو شد، به این خاطر که دو بار در فرانسه به چاپ رسید، اگر اشتباه نکنم 8000 نسخه در فرانسه منتشر شد، به فارسی ترجمه شد، به لهستانی ترجمه شد، به انگلیسی ترجمه شد و شنیدم بازم یکی دو جای دیگه دارن ترجمهش میکنن. بعدن شرکت پرن که ما قبلا باش کار کرده بودیم، به اتفاق یکی از همکارانم و زندگی نامه شاه عباس بزرگ رو براش نوشته بودیم. بله. یک شرکتی است که متخصص در کتب تاریخی و کتب مربوط به زندگی شخصیت‌های بزرگ تاریخ دنیاست. به ما پیشنهاد کرد که زندگی محمد رضا شاه رو بنویسیم، همینطور که در مقدمه این کتاب شرح دادیم. و این کتاب رو ما نوشتیم و انتشار پیدا کرد، کنم فارسی خوشبختانه ترجمه شده، ترجمه خوبی هم شده. شرکت کتاب در لس آنجلس چاپش کرده و قرارداد ترجمهش به انگلیسی هم به وسیله یک ناشر امریکایی با شرکت پرن، تا جایی که من اطلاع دارم چون حقوق این کتاب مال شرکت پرنه، منعقد شده و قرار است که تا آخر امسال این کتاب بله چاپ بشه. این دو کتاب به هیچ وجه متضاد با یکدیگر نیستن، بلکه بعضی از فصول این کتاب مشتمل میشه بر مطالبی که در کتاب قبلی من نوشته بودم. البته در این فاصله 5-6 سال مدارک و اسناد جدیدی به دست آمده که اونها رو ما به این کتاب افزودیم که در کتاب قبلی نبوده، از جمله درباره اون پیام معروف و شوم شاه، صدای انقلاب شما رو شنیدم، راجع به روزهای آخر سلطنت شاه، راجع به نقش دولت‌های غربی، به خصوص نقش دولت‌های غربی در انقلاب، که اینها به تدریج یک مدارک جدیدی در دنیا شناخته میشه. بسیاری از اسناد محرمانه سال‌های 1970 به بعد که الان در اسناد وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و فرانسه و غیره محرمانه بوده، قابل دسترسی است و طبیعتاً یک مقداری دید محققین رو درباره اون چی که بر ایران گذشته تغییر میده. باید بگم که اون چی که دید من بود که نقش مهم ولی نه اصلی خارجی ها، یعنی دو عامل اصلی داشته انقلاب ایران، در مورد انقلاب این اسناد تکمیل کرده و تایید کرده. تو ناوندی اگر اشتباه نکنم شهبانو با بعضی از گفته های شما مخالفت کردن در کتابتون، بعضی نوشته هاتون رو مورد به چالش گرفته شده و شهبانو گفته اینا درست نیست، این حرفایی که دکتر ناوندی می‌نویسه. بعضی ها معتقدن که در دوران شاه خب کسانی بودن که با شخص اول مملکت دیدار میکردن، ولی هیچ کس اون جرأت رو واقعا نداشت که بیاد به شخص اول مملکت بیاد و بگوید مثلا چه مشکلاتی وجود داره و به نوعی انتقاد بکنه. ولی الان میبینیم بعد از سقوط شاه در این 35 ساله دیگه زیادی اومدن و میگن که بله ما با اعلیحضرت ملاقات داشتیم و بهشون گفتیم که نباید این کارو میکردید و باید این کار میکرد، و شهبانو میگن که این درست نیست، این دروغه، این افراد همچین جرأت و شهامتی رو نداشتن و الان اومدن و خودشون رو آدمای با شهامتی جلوه میدن. نظرتون در مورد این گفته شهبانو؟ من مطالبی رو که شهبانو گفتن یا نوشتن نخوندم در این مورد.
کتاب ایشون، خاطرات ایشون خوندم که خیلی ابراز محبت کردن نسبت به من. در واقعیت میان این دو دیده کسانی بودند که به اعلیحضرت مطالب رو میگفتند، خوششون هم خیلی وقتا نمیامد، ولی میگفتند. در یک مورد من باید بهتون عرض کنم که گفتن یک چیزه و نوشتن که اثرش باقی میمونه چیز دیگر. گروه اندیشمندان که من افتخار ریاستش رو داشتم نزدیک به 200 گزارش راجع به مسائل ایران به ایشون داد. من نمیگم به این گزارش ها توجه کردن، ولی این گزارش ها به دست ایشون میرسید. بعضی هاش هم مخصوصا گزارش اولش بسیار نسبت به روندی که من تحول ایران پیدا میکنه نگران کننده بود. نمیگم انتقاد آمیز بود، نگران کننده بود و نقاط ضعفی که وجود داشت در اونجا ما گفته بودیم. و همه 11 نفری که این کتاب رو فکر کنم 11 نفر بودن این گزارش رو تهیه کردن، پای هر کدوم از صفحاتش برای اینکه بعداً گفتگوی پیش نیاد پاراف کردیم و امضا کردیم. من خودم این گزارش رو علی حضرت دادم. در روزهای آخر، یعنی در یک سال آخر، چندین گزارش کتبی. بنابراین اینا هم هست. در بایگانی دفتر مخصوص که خوشبختانه در امان مونده و خارج از کشور هست باقی مونده. به اعلیحضرت داده شد راجع به مسائل. درست نیست که بگوییم ایشون هیچ چیز رو تحمل نمی کرد. ولی البته درست نیست اگر بگوییم که در ایران آزادی سیاسی وجود داشت چنان که مثلا در انگلستان وجود داره. نه. حقیقت بین این دو دیده. چون نمیدونم شهبانو چی نوشتند و چی میگفتند، نمیتونم نسبت به گفته هایشون قضاوتی بکنم. آیا شما هیچ تماسی دارید با شهبانو؟ از موقع فوت اعلیحضرت تا به حال خیر نداشتم. یک بار ایشون بعد از انتشار کتاب آخرین روزها که دست شما هست، بله، به من یک تلفن گلایه‌آمیزی کردن که چرا این مطالب رو گفتید. نفرمودن که دروغ این مطالب، فرمودن چرا گفتید. یه نمونه شو میتونیم بفرمایید؟ مثلا یکی از جمله درباره پیام صدای انقلاب شما رو شنیدم که الان کوچکترین تردیدی در مورد اینکه چگونه این پیام تهیه شد توسط رضا قطبی و حسین نصر تهیه کردن و در چه شرایطی شاه رو مجبور کرد، شاه پذیرفت، زیر بار رفت، تسلیم شد، ولی شاه رو مجبور کردن که این کتاب رو، این پیام رو ایراد بکنه، دیگه هیچ نوع اختلاف نظری بین محققین وجود نداره. حتی شاهپور غلام رضا برادر شاه، اون هم همین. این اصلا خود شاه کسی بود که کلمه انقلاب رو وارد فرهنگ لغات اون زمان کرد. دقیقاً برای اول بار ایشون این کلمه رو به کار برد در مورد نابسامانی‌های این دوران. برای اولین بار ایشون رو وادار کردن. من در اون حالی که شاه در اون روزها داشت میتونم بفهمم اینو، نمیپذیرم ولی میتونم بفهمم. ایشون رو وادار کردن که 5 بار به عناوین مختلف و 1 یا 2 بار صریحاً قبول بکنه که قانون اساسی رو رعایت نکرده. معنا و مفهوم این پذیرش چی بود؟ این بود که اگر مقاومت بخواد بکنه در مقابل طبقات امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و مخالفین خودش در ایران، مجلس رو مجبور می‌کردن. این اختیار قانونی رو مجلس داشت، چون که در مورد احمد شاه اعمال کرده بود که ایشون رو از سلطنت خلع بکنه. سلطنت ودیعه‌ای بود که به موهبت الهی، ودیعه الهی نه، به موهبت الهی به خاندان پهلوی تفویض شده بود از طرف ملت ایران که نمایندش مجلسین بودن یا مجلس مؤسسان بود. هر ودیعه‌ای رو میشه پس گرفت. و هدف سیاسی این پیام بیشتر در این معنا بود که باز هم یک شمشیر دیگری بالای سر شاه قرار بدن. بلا این تعبیر من ممکنه اشتباه بکنم. دکتر نمادی، همیشه رضا قطبی که از اون چهره‌های بوده که در سایه بوده، تو این 35 سال هم حاضر نشده مصاحبه‌ای بده و در مورد این مسئله که آیا این پیام ایشون دست داشته در تهیه‌اش یا نه یاد صحبت بکنه. به طور کلی فکر میکنید دستگاه تبلیغاتی زمان شاه، رادیو تلویزیون ملی ایران، آیا واقعا وظیفه خودش رو به خوبی انجام داد؟ آیا تونست اون کارهایی که در ایران شده بود این رو بازتاب بده؟ یا به طور مشخص راجع به مصاحبه های شاه میخوام صحبت کنم با
رسانه‌های خارجی که شاه با جسارت بسیار می‌آمد و علیه فرض کنین چشم آبی ها صحبت میکرد، علیه انگلیس ها، علیه آمریکا یا، ولی اینها در ایران هیچ بازتابی نداشت در زمانی که رضا قطبی ریاست رادیو تلویزیون ملی رو بر عهده داشت. البته خیلی آسونه که یک شخصی رو امروز بعد از 40 سال متهم کردن. من آقای قطبی، رضا قطبی رو چند ماه قبل از پایان کار برای آخرین بار دیدم و دیگه هم ندیدم، خبری هم ازشون ندارم، نمیدونم کجا هستن. ولی مسلما دستگاه تبلیغاتی ما خوب کار نمیکرد. اما یه چیز فراموش نکنیم که این دستگاه تبلیغاتی به هر حال مسئولش دولت بود و دولت در مقابل اعلیحضرت مسئول بود، در مقابل مجلسین هم مسئول. نمیشود یک نفر رو به همه چیز و به همه بدی ها متهم کرد، ولی در این که دستگاه تبلیغاتی ما بد کار میکرد و حتی در سالهای آخر طوری عمل میکرد که همه چیز رو وارونه جلوه بده، من فکر میکنم که نشود تردید زیادی کرد. من به شما یک مثال میذارم که این مثال هم در این کتاب فکر میکنم یا در این کتاب هم ذکر کردم. چند روز قبل از پایان کار آقای شریف امامی که یک دوران بسیار بدی از تاریخ معاصر ایران بود و شریف امامی بسیار بد عمل کرد، اینو بگذاریم ازش، گروه بررسی مسائل ایران یا گروه اندیشمندان یک اعلامیه‌ای داد که اینو ما با تایید خود اعلیحضرت فرستادیم برای مطبوعات و برای رادیو تلویزیون ملی ایران. بله. و این از رادیو تلویزیون، لااقل از رادیوی ایران پخش شد. من خوب به یاد دارم اون موقع عضو دولت بودم، یک ماه در کابینه آقای شریف امامی متاسفانه مجبور شدم شرکت کنم. ساعت 8 صبح بود، توی اتومبیلم بودم، از خونمون در شمیران میرفتم به طرف وزارت علوم و آموزش عالی که در انتهای یکی از خیابان‌های تهران، شمالی تهران مستقر بود. این پیام رو از رادیو شنیدم، درست متنش رو خوندم، گفته بودیم که من مملکت در خطره، باید استراتژی کرد، باید قبول کرد این مشکلاتی رو که وجود داره. بله. یعنی اعلام خطر خیلی شدید و صریح بود و خود شاه هم وقتی که من این گزارش به ایشون تقدیم کردم که نگاه بکنن ببینن که این چاپش مصلحت است، گفتن شما چطور جرأت میکنید در این شرایط چه این مطالبی رو بگید. بله. و با تقدیر من توی اتومبیل بودم، این گزارش از رادیو شنیدم و به راننده گفتم که رادیو رو قطع کنه، دیگه مطلبی نبود. چند دقیقه بعد تلفن اتومبیل زنگ زد. درجه داری که به عنوان محافظ همراه همه وزرا بود گوشی رو برداشت و دیدم دستش می‌لرزه. گفت که اعلیحضرت پای تلفنم. البته گوشی رو به من دادن، اعلیحضرت پای تلفن نبودن البته. ولی تلفنچی کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد بود، که میگفت علاست صحبت میفرماد یا عباراتی نه، و اون همکار ما، همقطار ما فکر کرد خود علاست پای تلفن. در حال دفعه اول و دفعه آخری بود که شاه با من تلفنی صحبت میکرد. فرمودن شنیدید؟ گفتم قربان من در تو اتومبیل هستم، اجازه بدید فرانسه بهتون جواب بدم. فرمودن شنیدید؟ گفتم بله. چی رو میفرمایید؟ گفتن پیامی که خودتون تهیه کرده بودید و ما هم دستور داده بودیم، معلوم شد که دستورم ایشون داده بودن که از رادیو پخش بشه. گفتم بله، اون هیچ تغییری در متن این پیام داده نشده. اضافه کردن اون آهنگی رو که بعدش پخش شد شنیدی؟ گفتم نه قربون، من گفتم رادیو رو خاموش کنم. این جوابای من همه فرانسه، صحبت ایشون هم نیمه فرانسه نیمه فارسی. گفتن یک آهنگ انقلابی رو پخش کردن و این خیانت بود. آهنگ انقلابی به اون معنا نبود. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید، شعر است مرحوم ملک و شعرهای بهار که مربوط به دوران بعد از مشروطیت میشه، ولی اصلا هیچ ارتباطی به حتی زمان پهلوی نمیداشت. ولی خب در اون محیط تشنج فکری و سیاسی اون روز میشد این تعبیر کرد به یک آهنگ انقلابی و شاه هم با هنوز خودشش داشت. بله. گفتم بله قربون، من نمیدونم چی بگم، نشنیده بودم. فرمودن یک کاری بکنید. من خیلی تعجب کردم که چطور شاه که اون همه هنوز ما خیال میکردیم قدرت داره که نداشت، به من که وزیر علوم و آموزش عالی هستم میگویند یک کاری بکنید. من چه کاری میتوانستم بکنم؟ برای اینکه اطاعت امرشون کرده باشم، از همون توی اتومبیل تلفن زدم به
شادروان دکتر محمد رضا عاملی که مرد شجاع با شرف وزیر اطلاعات، وزیر اطلاعات به جریان گفت. دکتر عاملی به من گفت که من اختیاری روی تلویزیون ندارم، شما که میدونید. گفتم بله میدونم. گفت ولی سعی میکنم. به هر حال لابودی کاری کردن، نمیدونم چیکار کردن. من درباره این موضوع با من صحبت نشد. فکر کنم دیگه روزهای کاملا آخر تصدی مستقیم آقای مهندس رضا قطبی بر تلویزیون بود که بعد شریفانی ایشون رو عوض کرد و کسی دیگر آقای تورج فراسمند رو جای ایشون گذاشت. به هر تقدیر تردید نیست که یک نوع تخریب هایی در کار بیان واقعیات میشد در سالهای آخر، در ماهای آخر به خصوص. همین ها ما بعد از 30 چند سال داریم در بارش قضاوت. درسته دکتر نامندی، در مورد قانون اساسی صحبت کردی که سلطنت موهبت الهی است که تفویض میشه به خاندان، تفویض شده به خاندان پهلوی. بعد از درگذشت شاه در قاهره، رضا پهلوی به عنوان ولیعهد ایران اومد و یک پیامی رو خوند، خودش رو وارث تاج و تخت اعلام کرد و گفت که تداوم بخش نظام سلطنتی در ایران خواهد بود. ولی در این سالها میبینیم که ایشون خودش رو از این عنوان کنار کشیده و حتی حدود 2 سال پیش که یک نهادی به نام شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران پا گرفت در خارج از کشور، ایشون آمد و خودش رو، والا نمیدونم به صورت انتخابی بود یا چی، گفتن که ایشون سخنگوی این نهاد هستش. حتی حاضر نشد واژه رهبری رو انتخاب کنه، ولی بعد از مدتی این سخنگویی تبدیل شد به رهبری شورای ملی بدون که هیچ نوع مراسم خاصی هم برگزار بشه. از سخنگویی ایشون شدن رهبر. آیا به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی برای شاه شدن آماده شده بود در زمانی که پدرشون هنوز در قید حیات بودن، هنوز سلطنت میکردن، و اصولا شخصیت ایشون رو شما چگونه میبینید؟ اولا من از فعالیت های سیاسی ایشون بعد از انقلاب کوچکترین اطلاعی ندارم. فی الواقع بهتون نمیخوام پرده پوشی بکنم، کوچکترین اطلاعی ندارم و تعقیب هم نمی کنم این مسئله رو. ایشون هم شاید در این طریقا، من 2 بار ایشون رو در 1 سال بعد از فوت اعلیحضرت موقعی که می آمدن به فرانسه دیدم. جوان جوان بودم، ایشون اصلا 20 سالشون بود و بعدم دیگه با ایشون هیچ تماسی نداشتم. حسب الاتفاق با کمال محبت چند ماه پیش به من تلفن کردن، نمیدونم از کجا تلفن کردن، احوال پرسی. من هم از ایشون متقابلا احوال پرسی کردم، علت این احوال پرسی هم در نیافتم ولی مهم نیست، ممنونشونم. ولی باید بگم که ایشون یک جوان، اگر اشتباه نکنم در موقع انقلاب 18 یا 19 سال داشت. تربیت سیاسی برخلاف اون چی که رضا شاه در مورد فرزندش کرد، در مورد ایشون اعمال نشده بود. چند جلسه در ماه‌های آخر قبل از اینکه ایشون برای آموزش خلبانی به امریکا برود، ترتیب داده شد با حضور شهبانو که بعضی از وزرا آمدند و وظایف وزارتخونه‌شون رو برای ایشون تشریح کردن. من اطلاع نبودم در این جلسات، ولی اطلاع دارم که این جلسات تشکیل می‌شد. که ایشون آماده بودند یا نبودند، آماده شده بودند یا نشده بودند برای سلطنت، من فکر میکنم مهم نیست. در اینکه ایشون وارث قانونی تاج و تخت ایران هستند، اگر روزی ایران دوباره تجدید سلطنت درش بشه، من فکر نمیکنم از نظر حقوقی هیچ تردیدی درش باشه. ولی بحث در این مورد الان دیگه اصلا مورد نداره. مسئله در درجه اول مسئله نجات ایرانه، نجات ایران از این وضعی که هست، و اون کسی که پرچمدار واقعی نجات ایران بشه، که چنین کسی به فرمان تاریخ یافته خواهد شد و به نظر من چنین کسی در داخل ایران خواهد بود و از داخل ایران برخواهد خواست، اون کسی که این پرچم رو به دست بگیره خواه‌ناخواه رهبر آینده ایران خواهد شد. من فکر میکنم که نباید ما وقتمون رو زیاد صرف این بکنیم که آیا ایشون رهبر شورای ملی چی فرمودید؟ شورای ملی برای انتخابات آزاد، شورای ملی برای انتخابات آزاد هستند یا نیستند.
یا سخنگوش هستن، این بحث ها اصلا بیمورد به نظر. از این جهت این رو خدمتون گفتم برای اینکه ایشون خودشون رو وارث تاج و تخت در اون تاریخی که شاه فوت شد اعلام کرد و بعد الان از سخنگو بعد شدن رهبر شورای. معلوم نیست که آیا رضا پهلوی واقعا در این اپوزیسیون ایران نقشش چی میتونه باشه. من این از شما سوالم اینه. برای اینکه شما عقیده دارید که اپوزیسیونی وجود داره؟ بعضی‌ها معتقدن که اپوزیسیون شاید واژه درستی نباشه، اپوزیسیون شاید بهتر باشه. عنوانی بهش ندیم. از هنری کیسینجر تعریف میکنم که درباره این صحبت دو سه سال پیش درباره سیاست خارجی بازار مشترک یعنی اتحادیه اروپایی و درباره مسئول این سیاست که اون موقع خانم انگلیسی بود باش صحبت کردن. هنری کیسینجر توی مصاحبه بود، هنری کیسینجر جواب داد شما شماره تلفنی خانم من بدید. همه دور و بر خودشون نگاه کردن کسی نه شماره تلفن. این شوخی بود. بله. میخواست بگه که این سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرق با کیسینجر بود و هست، واقعیتی نداره. حالا هم همینطور من اپوزیشن کسانی هستن که خداوند به اینها قدرت و قوت بیشتری بده که درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنن، مخالفت میکنن با اونچه در ایران میگذره، بیان میکنن عقاید خودشون رو. لااقل باید اینها حمله کردن به همدیگر رو فراموش کنن، به هم نتازن، بی خود بی حاصل. ولی ما در ایران، در خارج از ایران، اپوزیسیونی به اون معنایی که متشکل باشه و اثری در سیاست ایران داشته باشه نداریم. بنابراین این عقیده من خودم از این جریانات به کلی بدور هستم. به عنوان آخرین سوال، بازگشت سلطنت به این ایران رو متصور هستید یا نه؟ در درجه اول من آرزومندم که ایران از شر این حکومت خلاص بشه که خلاص خواهد شد. و وقتی که این آزادی یا این رهایی تحقق یافت، مردم ایران تصمیم خواهند گرفت که چه باید کرد. و وقتی که این تصمیم رو بگیرند خواهیم دید که آیا جمهوری میخوان به یک شکلی از شکل‌های مختلف، قطعا یه جمهوری مذهبی نخواهند خواست، یا بازگشت به نوعی سلطنت رو خواهند خواست، یا به سلطنت خواهند خواست برگردن. این دیگه میشود یک رمان آینده نگر، هیچ نوع قضاوتی دربارش نمیشه کرد. من امیدوارم که والا حضرت رضا، من کلمه شاهزاده رو بهتون بگم دوست ندارم. چرا دوست ندارم؟ برای اینکه در اول حکومت رضا شاه تصمیم گرفته شد به اینکه شاهزاده رو اطلاع بکنن به فرزندان خانواده سلطنتی قبلی یعنی قاجار، و در مورد خانواده سلطنتی جدید که خانواده پهلوی، خاندان پهلوی باشه، کلمه شاهپور و والا حضرت رو به کار ببرن. اونها میگفتن حضرت والا و شاهزاده، یعنی مقرری ما والا حضرت رضا شاه بود، خدا روانش رو شاد بداره، و والا حضرت شاهپور، کمانی که ما در مورد شاهپور ها منظور میگیم والا حضرت شاهپور، غلام رضا یا والا حضرت شاهپور، شاه دخت اشرف و همسال اینا، این دو تا فکر کنم زنده هستن هر دو داشتون، این اصطلاح رو به کار میبریم. من این کلمه شاهزاده رو دوست ندارم، ولی به هر حال این اختیار خودشون و اختیار دیگران به کار ببرن. البته الان خودشون رو شهروند رضا پهلوی نام میبرن. خیلی نامناسب من بگم من اگر جای ایشون بودم چی کار میکردم، ولی موردی نداره، من جای ایشون نیستم. ولی شهروند هستن یا نیستن، حتما هستن، شهروند کجا هستن نمیدونم. ولی قطعا من دلم میخواست که والا حضرت رضا، این محترمتر از اصطلاحات شاهپور و شاهزاده و شهرونده، والا حضرت رضای که نقش مؤثرتری در مبارزه با جمهوری اسلامی میداشت، یا اینکه به کلی خودش رو کنار میکشید، میگفت من پادشاه قانونی ایران هستم، مثل کمایی که بسیار این قبیل افراد در الان در فرانسه کسی که وارث قانونی تاج و تخته یعنی دکتر آقایی اگر اشتباه نکنم شانیست، خودش پادشاه فرانسه میدونه، پادشاه سمبولیک فرانسه میدونه. وقتی هم که در بعضی از مراسم شرکت میکنه همه اطرافش داد میزنن ویو لووا.
این هم یه جنبه ای بود که ایشون می توانست به خودش بگیره، ولی نمیشه تاریخ رو دوباره نوشت. حالا اینطوری شده و آیا ایشون واقعا اون قدرت تصمیم گیری شخصی مثل رضا خان پهلوی سردار سپه رو داشته و داره یا نداره، من نمیدونم، نمیشناسم ایشون رو به این حد. اون چی که میدونم اینه که آقای فرهاد ایران احتیاج به یک سردار سپه داره، رضا خان سردار سپه، و که از هیچ چی نترسه و پرچم آزادی ایران رو به دست بگیره، مردم دورش جمع خواهند شد و اون وقت تاریخ ورق خواهد خورد. البته عوامل خارجی هم هست، انقلاب ایران بدون کمک خارجی ها و بدون کمک مالی خارجی ها، فراموش نکنید 150 میلیون دلار اسنادی است که الان در امریکا رسمیت داره و منتشر شده، کمک کردن به روی کار آمدن خمینی از کمک های قذافی و شرکت های نفتی و بازار تهران بگذاریم. مردم ایران دور اون کسی که پرچم آزاد رهایی ایران، نمیگم آزادی، رهایی ایران رو به دست بگیره قطعا جمع خواهند شد. امیدوارم این روز هر چه زودتر برسه. سپاسگزارم از شما دکتر هوشنگ نهاوندی برای اینکه